الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مادران گرامی خواهران عزیز استادان گرانقدر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوشحال هستم به فضل الله که شاهد همچون مجلسی هستیم که خواهران دین دوست و دیندار ما گرد هم آمدند و موقف خود آشکار ساختند در قبال دفاع از حریم پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهران گرامی مادران عزیز موضوعی که به من سپرده شده حقوق رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم چی حقوق دارن که ما بدانیم این حقوق و بر آن عمل بکنیم مادر گرامی اولین حقی که پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم بر ما و خود دارد ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمانی که نشأت میگیره از قلب یعنی قلبا ایمان داشتن یعنی ایمانی که در اون نه شک نه تردید و هیچ شبهی وجود نداشته باشد ایمانی که قلبا موجود باشه ایمانی که احساسش بکنیم ایمانی که شیرینیش بچشیم ایمانی که یقین کامل داشته باشیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاده الله مربی کامل معلم کامل بر بشریت آمده و هر سخنش وحی از جانب الله است حق دومی که بالای ما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داره اطاعت است اطاعت و فرمانبرداری خداوند در قرآن عظیم شان می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع الله هر کی از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی کرد در حقیقت از الله پیروی کرده است اطاعت و پیروی چگونه حاصل می شما داریم خواهر عزیزم ایمان اطاعت محبت حاصل نمی شه مگری که ما از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شناخت داشته باشیم معرفت داشته باشیم پیامبر ما رو بشناسیم خواهر چگونه بشناسیم پیامبر صلی الله علیه و سلم بشناسیم چگونه با خواندن سیرت از پیامبر ما شناخت واقعی داشته باشیم با حاصل کردن معنا و مفهوم آیات قرآن عظیم شان که در وصف پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده یقینا بعد از اینکه ما پیامبر صلی الله علیه و سلم شناختیم باز اطاعت و فرمانبرداری بر ما آسان میشه بعد از محبت بر ما آسان میشه اطاعت فرمانبرداری از رسول صلی الله علیه و سلم چگونه یعنی شریعت را که پروردگار به ذریعه رسول صلی الله علیه و سلم بر ما رسانده بدون کمکاز و بدون چون و چرا بپذیریم اما قسمی که صحابه کرام قولشان چی بود وقتی حکم از احکام شریعت نازل میشد میگفتن سمعنا و اطعنا شنیدیم و اطاعت کردیم خلاص شنیدیم و اطاعت کردیم نه خم ابروی نه چونه نه چرای اصل امروز هم ما اموطور اطاعت میخواییم شریعت اموطور اطاعت میخواید نظر و رأی شخصی ما اینجا مطرح نیست شریعت وقتی حکم از احکام خدا بیان میکنه خلاص فهمیدیم که الله اینطور میگه پیامبر اینی چیز فرمودن خلاص شنیدیم و اطاعت کردیم تسلیم هستیم اینی هست فرمانبرداری اینی هست اطاعت و واقعا که صحابه کرام اگر ما به زندگی اونا مراجعه بکنیم و سیرتشان رو بخونیم امین رمز موفقیت شریعت اسلامی اسلام که در کمتر از نیم قرن ای گسترش یافت و الحمدلله کامیاب شد امی یقیناً که پیروی کامل صحابه کرام از رسول صلی الله علیه و سلم بوده است.
در سال پنجم بعثت وقتی که دشمنان اسلام همه دست به دست هم متحد شدند و میخواستند که حکومت نوپای مسلمانان را ریشکن بسازند، در این وقت مسلمانان در یک سختی قرار گرفته بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در عمو غزوه از تک تک افرادش خبر می گرفت. حذیفه رضی الله تعالی عنه یکی از کسایی بودند که در غزوه اشتراک داشتند. اینا خودشان جریان قسم بازگو میکنند، میگن که هوا بسیار سرد بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم در تاریکی می آمد و از هر کدام ما پرسان میکرد که کی هستی، چی احوال ما را پرسان میکرد. میگه ما در حالی که نه اسلحه‌ای داشتم که از خود دفاع بکنم و سردی هم تمام وجود ما گرفته بود، لباس ما بسیار یک چادر بود که تا زانوی می رسید و او هم از خانمم بود. میگه این فقط امرای ما بود و من از شدت سرما به زمین چسبیده بودم و نتانستم که به حضور پیامبر صلی الله علیه وسلم استاد شم. وقت پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و پرسان کرد، گفت کی هستی؟ گفتم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، حذیفه هستم. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه بر من امر کرد که تو برو ببین در جمع دشمن که اونا چی کار میکنند، ببینین سم طاعتشانه. سردی تمام وجودش گرفته، هوای سرد، اسلحه نداشته، نسبت به همه افرادی که اونجا بوده خسته تر، ولی وقت پیامبر صلی الله علیه وسلم امرش میکنه فورا میخیزه و اجرای امر میکنه. اینی هست اطاعت. و اصل حاضر هم اماتر اطاعت ما میخواییم، شریعت اماتر اطاعت میخواه، بی چون و چرا. خدا این توفیق به هر یکی ما عطا بکنه. حق دیگه ای که پیامبر صلی الله علیه وسلم بالای ما و شما داره، محبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روزی به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن، گفتن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، من بعد از خود شما را دوست می دارم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن نه، هنوز ایمانت کامل نشده. مفهوم گپشان می رسانم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کمک مکس کرده و بعد گفتن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، من از خودم کرده تو شما را دوست می دارم. پیامبر صلی الله علیه وسلم او وقت تاییدشان کردن. یعنی محبت واقعی به رسول صلی الله علیه وسلم یعنی که از جانت، از مالت، از فرزندت، از پدر و مادر و از همه مردم پیامبر صلی الله علیه وسلم نزدت محبوب باشه. ببینید مادر گرامی، خواهر عزیز، امیه کسی را که آدم دوست داشته باشه نمیخواه ناراضش بسازه، فورا اطاعتش میکنه. طور مثال اگر مادرم بر من یک کار بگویه، خدا کنه که در هر حالت باشم چون دوستش دارم فورا اجرای عمل میکنم. به خاطر وقتی ما پیامبر صلی الله علیه وسلم واقعا دوست داشته باشیم، واقعا ایمان داشته باشیم، ای حقش به طور کامل ادا بکنیم، یقینا که باز فرمانبرداری پیامبر صلی الله علیه وسلم بر ما آسان خواهد شد. حق چهارمی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر ما شما داره، الگو برداری. لقد کان فی رسول الله اسوه حسنه. مادرای گرامی، خواهرای عزیز، انسان فطرتاً الگو پذیر است، در جستجوی الگو هست. اگر توجه کرده باشیم طفلک های خورد ما همیشه متوجه است که پدرش چه رقم میشینه، چه رقم میخیزه، چه رقم میخوره، چون که فطرتاً در پی یافتن یک الگو هست و این اگر متوجه نباشه امکان داره هر الگوی دیگه بگیره. خواه حال چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم الگو گرفته شود؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم از جایی که همه ما به سیرتش واقف هستیم که قبل از بعثت هم مشهور به چی بودن؟ بله؟ بلندتر. صداقت و راستی، صداقت و راستی، امانت داری. حتی کفار مکه وقتی که جایی می رفتن امانت خواه خود بر رسول الله صلی الله علیه وسلم می سپردن.
یعنی شخصیتی که خود پروردگار فرموده که این الگوتان هست، به این معنا که این الگو بگیره، این گپ ساده نیست، یک گپ عادی نیست. بر یک جماعت عظیم بگو که این الگویت هست و هیچ گوشه از زندگیشان مخفی نبوده باشه. یعنی سیرت پیامبر صلی الله علیه وسلم مثل یک کتاب باز برای همه ما واضح و آشکار است. حتی امورات مخفی زندگیشان هم اجازه بود که مردم می آمدن و از امهات المؤمنین پرسان می کردن. یعنی هیچ گوشه زندگی پیامبر صلی الله علیه وسلم مخفی نمانده، پنهان نمانده. ولی وقتی میاییم و میبینیم پیامبر صلی الله علیه وسلم شناسایی میکنیم، از هر گوشه ای که مطالعه میکنیم بهترین شخصیت، نه تنها که عیبی یافت نمیکنیم در الگو بودنش، بلکه کاملترین انسان من حیث پدر، کاملترین انسان من حیث شوهر، کاملترین انسان من حیث دوست، کاملترین انسان من حیث رهبر. اینی هست الگو گیری، اینی هست الگوی ما. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خداوند توصیفش میکنه و انک لعلی خلق عظیم، و انک لعلی خلق عظیم. او کسی را که پروردگار توصیف میکنه که صاحب خلق عظیم هست، پس بهترین الگوست. هست نیست؟ یقینا که هست، یقینا که بهترین الگو هست، و یقینا که کسی الگو برداری کرد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، یعنی که دنیا و آخرت خدا ضمانت کرد، یعنی ای که سعادت دارین حاصل کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در الفاظ تنها نگفتن، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق. هدف بعثت خدا چنین بیان میکنن پیامبر صلی الله علیه و سلم که هدف بعثتشان رساندن اخلاق به کمال هست، و ایره یقینا در عملم ثابت کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در عملشان به اثبات رساندن که از بلندترین درجه اخلاق برخوردار بودن. پس بهترین الگوی ما کیست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم. تنها کسی که ما میتونیم او را الگوی واقعی قبول کنیم در هر مقطع زمان، در هر بعد زندگی خود، او کی هست؟ آیا کسی جز پیامبر شده، پیامبر صلی الله علیه و سلم شده میتونه؟ خیر. یک بار هم همی برقای که هست بیشتر درود نفرستیم، کلگی بلند بگیرن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خداوند این درود فرستاندن ما را قبول درگاه خود بگردانه. حق پنجمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بالای ما شما داره، درود فرستادن. درود فرستادن بسیار در ذات خودش نعمت هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند کسی که بر من درود میفرسته 10 گناهش بخشیده میشه، 10 مرتبه درجهش بالا میره و 10 حسنه برش نوشته میشه. پس یقیناً که درود فرستادن هم در ذات خود نعمت هست و فواید زیادی را داره که حالا وقت گنجایش نمی کنه. میریم به حق ششمی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بالای ما و شما داره، تعظیم و اکرام کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم به طور واقعیش، نه به این شکلی که ما فکر میکنیم، به اون شکلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر راهنمایی ما کرده. یعنی نه در اون غلو باشه و نه از حد گذری باشه. همین چیزی که در شرایط فعلی به عنوان بعضی از
افراد جامعه ما به عنوان تعظیم و اکرام میکنند، آیا این درست است یا خیر؟ طور مثال شاعر در شعر خود به پیامبر صلی الله علیه وسلم الفاظ را میگه که او در شأن الله است. کی معنی ده شفا میده؟ الله. کی کمک ما میکنه؟ الله. خی از همچو الفاظ شرکامیز، همچو دعاهای بی مورد، بی اساس که شریعت این چیز بر ما نگفته اجتناب کنیم. یعنی شما غلو نکنین که ما را به خدایی برسانین و هم اترام نشوه که خدای نخواسته مثل انسانهای عادی ما از پیامبر صلی الله علیه وسلم یاد کنیم یا نامش سبک گرفته شد. وقتی نام پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیده میشه چی باید بگویم؟ صلی الله علیه وسلم. اینی هست احترام. وقتی ما میخواییم نام ازش ببریم میگیم پیامبر صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینی هست احترام. اینی چیز شریعت بر ما و خودت گفته. حق هفتمش دفاع و یاری رساندن رسول صلی الله علیه وسلم. دفاع و یاری رساندن رسول صلی الله علیه وسلم در عصر حاضر چگونه میشه؟ امی که ما سنت های فراموش شده ایش زنده بگردانیم. یقینا که وقتی یک سنت زنده میشه یک بدعت دور میشه و خوشا به سعادت کسی که سنت از سنت های رسول صلی الله علیه وسلم در عصر امروزی که شر القرون زنده میسازه و خوشا به سعادتش که خود لایق اجر پاداش به اندازه شهدای احد میرسانه. یعنی یاری رساندن رسول صلی الله علیه وسلم امی هست که ما اخلاق خود مزین با اخلاق رسول صلی الله علیه وسلم بگردانیم. امی هست که سیرتش را بخوانیم. امی که از که اطفال خود با محبت و عشق و علاقه رسول صلی الله علیه وسلم آشنا بگردانیم. یعنی در کل احیای سنت بکنیم انشاءالله. حق عشقم رسول صلی الله علیه وسلم بالای ما چی هست؟ عدم پیشدستی در مقابل رسول صلی الله علیه وسلم. در سوره حجرات خداوند جل جلاله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. پیش دستی نکنید، پیش بزکی نکنید در مقابل رسول صلی الله علیه وسلم. خب آل خود رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات یافتن، پیش دستی نکردن در عصر امروز یعنی چی؟ یعنی ای که وقت حکم شریعت فهمیدیم رأی خود بانیم دیگه، پیش بزکی نکنیم که بله این قسمت شما نمی کنم یا ایش سخت است یا ایش آسان است. در حقیقت پیش دستی نکردن یعنی ای که سم و طاعت ما رو جور بکنیم و خود فرمانبردار و واقعی رسول الله صلی الله علیه وسلم بگردانیم و بدون چون چرا حکمش رو بپذیریم. پیش دستی نکردن، احترام کردن به این معنا که وقت در مجلس حدیث از احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خوانده میشه با کمال دقت بشنویم و به این نیت بشنویم که با او عمل بکنیم. ما فقط در الفاظ پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست نداریم، بلکه در عمل باید ایره به اثبات برسانیم و این نمیشه مگر اینکه ما حقوقشان به طور کامل ادا بکنیم. حق نامه که رسول صلی الله علیه وسلم بالای ما دارن دروغ نبستن به رسول صلی الله علیه وسلم. یعنی خواهرای ما مخصوصا اونایی که حدیث بیان میکنن بسیار باید دقت بکنیم که نشود خدای نخواسته کلام را به رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت بدیم در حالی که او را پیامبر صلی الله علیه وسلم نگفته باشه. به خاطر از اینکه اجزایش چی هست؟ جهنم. و این حق پیامبر صلی الله علیه وسلم هست که با کمال صداقت گفته هایشان برسانیم. حق دوم و آخری ای که با دوستان رسول صلی الله علیه وسلم دوستی بکنیم و با دشمنانشان دشمنی. دوستانشان دوست بداریم، دوستانشان اهل بیتشان، دوستانشان امهات المؤمنین، دوستانشان صحابه کرام اجمعین همشان، دوستانشان تابعین، تبع تابعین، علمای کرام، هر کسی که به
محبت رسول صلی الله علیه وسلم قلبش میجوشه. هر کسی که رسول صلی الله علیه وسلم دوست داره، من هم دوستش دارم. دوست دارین؟ هر کس رسول الله صلی الله علیه وسلم دوست داره، من هم دوستش دارم. اینی هست دوستی. و کسی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بد میگه، دشمنی میکنه، من هم دشمن هستم باش. من هم دشمنش هستم. او کی هست، چی هست، چی کاره هست، در هر موقف هست دشمنی که در با رسول صلی الله علیه وسلم، بس من هم دشمن میدانمش. خداوند توفیق عمل به هر یکی ما عطا بکنه.